چکیده. نویسندگان چه گفتند؟ با سلام و آرزوی سلامتی خدمت شما عزیزان بیننده تلویزیون آنلاین نخبگان و برنامه چکیده. بار دیگه هم فرصت باقی بود و خدمت شما برگشتیم تا این نوبت در برنامه چکیده از عبدالاحد هادف بگویم و از دین در دام وهم. سپاسگزار حمایت و بودنتان با تلویزیون آنلاین نخبگان هستیم و میخواییم که همچنان بیننده بمانید و به حمایتتان از تلویزیون نخبگان ادامه بدید. یکی از دستاوردهایی که در سالهای پسین در افغانستان در حوزه جامعه فرهنگی و روشنفکری اتفاق افتاده، حضور شمار زیادی از روشنفکران و اصلاحگران دینی یا به عبارت دیگر نویسندگان و پژوهشگران است که دغدغه‌شان حوزه اصلاح دینی و مباحث اصلاح دینی بوده. این پژوهشگرا تلاش کردند که از راه‌های مختلف تعاملاتی را که در باب دین و مسائل دینی دارند به مخاطبان برسانند و از هر مجرایی که قابل دسترس است به روشنگری و اصلاح دینی بپردازند، هم از طریق شبکه‌های اجتماعی، هم رسانه‌هایی که به صورت نوشتاری بودن یا هم دیداری و شنیداری. این کارها در سالهای پسین انجام پذیرفته و هم در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی بودن و هستند کسانی که بر نخستین بار تأملات خودشان از او مجرا ارائه می‌کنند. یک تعداد از این نویسندگان و پژوهشگران کارهایشان با دقت دنبال میکنند و تلاش میکنند که کارهایی را که ولو در رسانه های اجتماعی هم ارائه میکنند و به خورد مردم میرسانند با دقت کامل به سر انجام رسیده باشه. یک از اون نام ها که پیوسته در رسانه های اجتماعی هم فعال بوده و همچنان در رسانه های دیگه هم کارهایش منتشر شده، چاپ شده، در قالب کتاب هم کارهاش منتشر شده، عبدالاحد هادف است. آقای هادف در بخش از پیشگفتاری که بر مجموعه یادداشت‌های دین در دام وهم نگاشته متذکر میشه که نقد دین در واقع ضرورت برخواسته از یک بحران دو بعدی است. یکی بحرانی که خود دین را فرا گرفته و عمدتا ناشی از همان افراط و تفریط است و اصل دین را مجهول و مجهول قرار داده است و اینک تنها با نقد میتوان خط میانه دینی را پیدا کرد و در آن رکاب زد. دوم، بحرانی که از ناحیه دین به انسان و جهان رسیده و هر دو را گیج و سرگردان ساخته است. این نکته را با یک مثال ساده میتوان توضیح داد و گفت که چیز شبیه انفجار چرنوبیل در نیروگاه دین اتفاق افتاده که قرار است انسانها و جوامع زیادی را تباه و برباد کند. تلاش برای کنترل این انفجار و کاستن از عواقب مرگبار آن یک وسواس انسانی و اخلاقی سنگین است که روشنفکران دینی دقیقاً به همین مهم می‌پردازند. نقد دین از این لحاظ به معنای تلاش عقلانی و اخلاقی برای کنترل انرژی فوق‌العاده دین و جهت بخشی آن به منظور استفاده بهینه در موارد مثبت به نفع انسان و زندگی است. آقای عادف پیوسته برای نخستین بار نوشته های خودش از آدرس دریچه فیسبوکی که داره یا صفحه فیسبوکی که داره منتشر میکنه و پیوسته هم دقت بیشماری در این نوشته های خودش داره و از جمع چند تن از کسانی است که در این فضا فعال هستند و نوشته هایشان با دقت بیشتر به مخاطبانشان میرسانند. چیز بیشتر از حالت روزمره است، نوشته ها و یادداشت هایی که با تأملات بیشتر نگاشته میشن و عموماً آقای هادف در حوزه اصلاحگری دینی و روشنفکری دینی قلم میزنن. و کار دیگر که آقای هادف پیوسته در یکی دو سال اخیر دنبال کرده انتشار ای یادداشت ها در کسوت کتاب است که به تازگی هم که در این برنامه میخواییم روی مجموعه صحبت بکنیم، دین در دام وهم مجموعه از امی یادداشت هایی است که در یکی دو سه سال اخیر در فضای مجازی از آدرس آقای هادف منتشر شده بود و در کسوت کتاب گردآوری شده و از آدرس انتشارات سعید منتشر شده.
آقای هادف این کتاب خودش به سه بخش تقسیم میکنه و در واقع فرضیه و تزره که داره یا هم دیدگاهی را به زبان ساده تر میشه که میخواسته در قالب این نوشته ها دنبال بکنه را با این سه بخش بندی کردن ارائه میکنه. بخش نخستش تعاملاتی است در باب دین. آقای هادف در این بخش تلاش میکنه که راجع به خود دین و برداشت انسان از دین صحبت بکنه و ویژه ترم روی دین مبین اسلام صحبت بکنه. بخش دومش در باب افراد صحبت کرده و بخش سوم هم در باب تفرید صحبت هایی داشتن و مقالات و نگاشت هایی داشتن. آنچه از فرای ای یادداشت ها برمی آید همیست که آقای هادف به این باور است که دین ضرورت به تعاملاتی داره که ما باید از خود دین او را بیاموزیم و منابعی که وجود داره از او طریق باید اندوخته شه. دو تا آدرسی که پیوسته تلاش کرده یا آدرس های شده که به دین صدمات رسانده یا حداقل دوچار بحران های ساخته حوزه دینی را و گروه ها و کسانی که رفتارهای دینی را معیار رفتاریش خودشان قرار میتن، او هم افراد است و هم تفرید. چیزی که دین انتظار نداره هم افراد است و هم تفرید. راه میانه چیزی که گروه های بسیار از گروه های اسلامی فراموش کردن راه اعتدال و راه میانه است که فراموش شده و باعث اتفاقات نامبارک و ناخجسته شده که هر از گاه باعث خشم و همچنان ناراحتی های میان مسلمانان و جامعه مسلمان میشه. این نوشته هایی که در مجموعه دین در دام وهم آمده چیز بیشتر از 50 یادداشت است که آقای هادف هم از تجربیات شخصیش تلاش کرده که استفاده بکنه در این یادداشت ها و مقاله و هم از منابعی که قابل دسترس بوده از اونها استفاده کرده و مسائل را که در قالب یادداشت ها مطرح کرده تلاش کرده که به خوانندش با یک زبان ساده و همچنان یک زبان عام‌فهم برسانه و تاکیداتی را که داشت و تعاملاتی را که به او دست یافته او را به مخاطبش عرضه بکنم. پیش از این هم مجموعه دیگه از آقای هادف که او هم مجموعه از یادداشتاش در فضای مجازی بود منتشر شده بود به نام پیام اعتدال و این دومین مجموعه از این سلسله یادداشتای آقای هادف است که در کابل منتشر میشه.